لوی سارانور سابق می گوید اشرف غنی به بهانه عفو طالبان مجرمان خطرناک را آزاد کرد. گروهی از زنان بار دیگر در شهر کابل تظاهرات کردند. خبرهای مسرت بخش در راز. بزرگترین جلاد افغانستان هلاک شد. چین در مهتاب پایگاه می سازد. افغانستان انترنشنال در سایت رسمی خود چنین گزارش میدهد. فرید حمیدی لوی سارنوال سابق افغانستان میگوید که اشرف غنی رئیس جمهور سابق در میان 5000 طالب عفو شده مجرمان خطرناک را آزاد کرد که به جرایم سنگین چون قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی و اختطاف متهم بودند. او دلیل آن را فساد در سطح بالای حکومت دانست. اشرف غنی 5000 زندانی طالبان را زیر نام کمک به آغاز مذاکرات صلح عفو و رها کرد. آقای حمیدی در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفت که در میان این 5000 نفر ارگ ریاست جمهوری 700 مجرم خطرناک را نیز از زندان آزاد کرد که عضو طالبان نبودند و نباید در لیست عفو قرار می گرفتند. او گفت لوی سارنولی لستی از 700 نفر از آنها را مشخص کرد و نوشته کرد که به هیچ صورت رئیس جمهور افغانستان صلاحیت عفو تخفیف یعنی مدت حبس آنان را با توجه به جرایمشان ندارد. آنها قاچاقبر مواد مخدرند یا به جرایم مثل تجاوز جنسی و اختطاف دستگیر شدند. این لست به ریاست جمهوری داده شد ولی در اثر فسادی که در داخلشان یعنی ارگ وجود داشت نام این مجرمان در این لست شامل شد. او حکومت غنی را متهم کرد که در مورد مجرمان کلان مانند انس حقانی سیستم قضایی و عدلی افغانستان را نادیده گرفت و با معامله سیاسی آنان را آزاد کرد. حکومت پیشین به علت قرار گرفتن افغانستان در فهرست فاسدترین دولت‌های جهان مورد انتقاد داخلی و خارجی بود. آقای حمیدی می‌پذیرد که فساد باعث سقوط حکومت‌ها شده است، اما او از کارنامه خود به عنوان داستان کل در مبارزه با فساد دفاع کرد و گفت که افغانستان در سال 1399 جز 10 کشور خیلی فاسد جهان نبوده. او با انتقاد از طالبان گفت که آنها دروازه زندان‌ها را برای مجرمان فاسد باز کرد. گروهی از زنان بار دیگر در شهر کابل تظاهرات کردند. گروهی از زنان در شهر کابل بار دیگر به خیابان آمدند و تظاهرات کردند. این زنان صبح روز پنجشنبه با شعار زن، زندگی و همبستگی خواهان تامین حقوق زنان و مشارکت آنان در جامعه شدند. این زنان میگویند که بدون مشارکت فعال زنان هیچ جامعه‌ای به پیشرفت نمی‌رسد. زنان معترض همچنین تاکید کردند تا زمانی که حقوق زنان افغانستان رعایت نشود دست از اعتراض و مبارزه بر نخواهند داشت. طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کردند. در این مدت اما زنان افغانستان بارها به جاده‌ها برآمدند و در برابر نقض حقوق بشری خود اعتراض کردند. خبرهای مسرت بخش در راز. پوتین: تشکیل دولت فراگیر در افغانستان در اولویت روسیه و کشورهای منطقه است. رسانه روسی سپوتنیک گزارش کرده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان که هم اقوام در آن سهیم باشند در اولویت روسیه و کشورهای منطقه قرار دارد. با گزارش سپوتنیک رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در نشست سران پیمان امنیت جمعی گفته که در این مرحله زمان اطمینان از تشکیل واقعی یک دولت فراگیر در افغانستان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزود وضعیت در افغانستان همچنان دشوار است و احتمال نفوذ شبه نظامیان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی می رود. با گفته پوتین ادامه کار نزدیک در زمینه کشف و به موقع تهدیدات تروریسم، افرادگرایی و جنایات مواد مخدر ضروری است. همچنان در این نشست دبیرکل سازمان پیمان جمعی نیز وضعیت مرزهای افغانستان را خطرناک توصیف کرد و افزودند که خطر قاچاق سلاح مواد مخدر و فعالیت گسترده تروریست ها در امتداد مرزهای کشورهای امنیت پیمان جمعی وجود دارد. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. بزرگترین جلاد افغانستان کشته شد. 8 صبح گزارش می‌دهد یک فرمانده طالبان در تخار کشته شد. منابع محلی در ولایت تخار می‌گویند که یک فرمانده طالبان چند ساعت قبل در این ولایت کشته شده است. به گفته منابع این فرمانده طالبان محفوظ الله نام داشت و به عنوان مدیر جنایی حوزه دوم امنیتی این گروه در شهر طالقان مرکز تخار کار می‌کرد. به گفته منابع محفوظ الله زمان در کوچه حاجی ظریف از مربوطات حوزه اول شهر طالقان کشته شد که در حال گیزنی در این منطقه بود. جبهه مقاومت ادعا کرده که این حمله را نیروهای آنها انجام داده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند.
این در حالی است که در حمله روز جمعه نیروهای جبهه مقاومت ملی برای قرارگاه این گروه در چمن خزده ولسوالی فرخار این ولایت 3 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. چین در مهتاب پایگاه می‌سازد. محققان چینی به تازگی اظهار کردند که این کشور قصد دارد تا سال 2028 پایگاه خود را در مهتاب بسازند. اسپوتنیک به نقل از چاینا دیلی به گفته ترای ارشد برنامه اکتشاف مهتاب چین، این کشور احتمالاً تا سال 2028 تأسیس یک پایگاه تحقیقاتی در مهتاب را بر اساس دو ماموریت اکتشافی روبوتیک تکمیل خواهد کرد و فضانوردان چینی را در حدود سال 2030 به مهتاب خواهد فرستاد. وین ویرن، یکی از اعضای اکادمی انجینیری چین و مدیر آزمایشگاه اکتشافات اعماق فضای این کشور، اخیراً گفت که چین برنامه اکتشاف فضایی خود را برای 10 تا 15 سال آینده ارائه کرده است. او گفت که اکتشافات مهتاب یکی از 4 وظیفه اصلی در برنامه آینده است و 3 وظیفه دیگر کاوشگر و برخورد سیارکی، اکتشاف سیاره‌ای و یک پرتابگر سنگین بالابر می باشد که به اندازه کافی برای ماموریت‌های مهتاب و مریخ سرنشیندار در آینده قدرتمند است. در سال 2004 چین به طور رسمی پروژه چانگیه را تأسیس کرد و برنامه اکتشاف 3 مرحله خود که شامل رسیدن به مدار، فرود و جمع‌آوری نمونه بود با موفقیت به پایان رساند. در سال 2022 ماموریت چانگیه 5 با موفقیت برای مهتاب فرود آمد و نمونه ها را جمع‌آوری و سپس به زمین منتقل کرد. با گفته او، چین در حال انجام 4 مرحله کشاف ما از جمله ماموریت های چانگیه چانگ 8 است. ماموریت چانگیه 6 دوباره نمونه ها را دریافت میکند و چانگ 7 و 8 قطب جنوبی مهتاب را کاوش خواهند کرد و پایه و اساس پایگاه را خواهند ساخت. اسرار حملات روسیه به زیربناهای اوکراین افشا شد. اسپوتنیک روسیه گزارش میدهد. نبنزیا، روسیه در پاسخ به تحویل تسلیحات غرب به زیربناهای اوکراین حمله میکند. به گزارش اسپوتنیک، واسلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل درباره حملات بر زیربناهای اوکراین توضیح داد. نماینده دائمی اوکراین گفت ما میخواهیم تاکید کنیم که در پاسخ به بمباژ تسلیحات غربی به این کشور و درخواست‌های بی‌پروایی که برای پیروزی نظامی بر روسیه به تأسیسات زیربناها در اوکراین ضربه وارد می‌کنیم. وای تضعیف توان رزمی قوای اوکراین را که امنیت و تمامیت ارضی روسیه را تهدید می‌کند یکی از اهداف عملیات خوان. نبنزیا تأکید کرد تا زمانی که کیه برای مذاکره آماده نشود این هدف با ابزار نظامی محقق خواهد شد. وای در پایان گفت تاکنون آنچه از آقای زلنسکی و همکارانش میشنویم که هیچ وجه آمادگی برای صلح نیست بلکه فقط زبان التیماتوم های بی‌پروا است. در طی همان سخنرانی واسلی نبنزیا دافع هوای اوکراین را مسئول تلفات غیر نظامیان و آسیب به زیربناها دانست. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.